از وقتی که نگاه به آثار معماری خود آقای سیحون میکنیم، چقدر اینطور از این جهت میپرسم که شما خودتون صرف نظر از اینکه بسیاری شما رو به خاطر طراحی برج شهیاد یا آزادی میشناسن، ولی خب آثار بسیار زیادی رو شما طراحی کردید، معماری اونها رو به عهده داشتید و بعضی از اونها اماکن مقدس بهاییان هست. چقدر بهایی بودن آقای سیحون در معماری او به نظر شما مشهوده، قابل مشاهده است باورهایشون؟ بنده فکر میکنم که اعتقاد به وحدت عالم انسانی و اینکه همه دنیا یک خانواده اند که در سیحون هم بود، این خیلی مهم بود در شکل گرفتن کار و روحیش. البته من با ایشون خودم هم صحبت کردم و ایشون هم قبول داشت، برای اینکه در یه مکتبی بزرگ شده بود که همه رو دوست داشت، هیچ فرقی بین سیاه و سفید و زن و مرد و ایرانی و غیر ایرانی و اینها نمیگذاشت. در رفتارش هم همینطور بود با بچه های دانشکده یا دانشجوهای دانشکده که ما بهشون میگیم بچه های دانشکده، با اونا هم همینطور بود. از هر نوع، از هر خانواده، از هر سطحی از اجتماعی که می آمدن، یک نوع بود رفتارش با اون. و در معماریش هم خب به همه جهان نگاه می کرد و یه حالت تجددی هم در او بود، یعنی فکر می کرد نباید به قدیم گیر کرد، باید جلو رفت، ولی آنچه که خوبه از قدیم فرا گرفت و این کاری بود که اون میکرد. به این ترتیب بنده در نهایت تواضع این جواب سوال شما رو اینطوری عرض میکنم که البته در کار او تاثیر داشت. البته خود ایشون ظاهرا، شما چون چندین مورد در کارنامه‌تون چنین آثاری دارید که اماکن بهایان رو طراحی کردید، معماری اونها رو، ایشون ظاهرا چنین اقدامی هیچ موقع در طول حیاتشون انجام ندادن، درسته؟ چرا، ایشون در جوانی، اتفاقا خیلی جالبه، اولین مرکز بهائی که در تهران بود به نام حضیرت القدس، گنبد اونو مهندس سیحون طرح کرده بود و طرح زیبایی که روی گنبد بود کار ایشون بود که بعداً در قوقای فلسفی جناب فلسفی و آقای باتمان قلیچ کلنگ گرفتن و اونو خراب کرد. چقدر از عشق استاد سیحون به ایران، اون چیزی که بارها و بارها ایشون در کلامش انعکاس پیدا کرده، چقدر از اون مرتبط با دیانت بهایی ایشون؟ خب شما میدونید که برای بهاییان کشور ایران کشور مقدسه و خاکش مقدسه. و ایشون هم به همون ترتیب به ایران عشق می‌ورزید و هرچی از دستش می‌اومد می‌خواست برای پیشرفت مملکت و عظمت این مملکت بکنه.